به نام خدای یکتای بی همتا. گذشت عقیده و روش است. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم چنین می فرماید: یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ترجمه: الله برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبری ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او و بر همه آل و اصحاب او درود، رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. اما بعد، پیامبر صلی الله علیه و سلم با رسالت جهانی آمده که گذشت و آسانگیری را منهج زندگی قرار داده است. پس در دین مقدس اسلام حرج و سختی نیست و در تکالیف شرعی مشقت، تشدد، دشواری وجود ندارد. طوری که خداوند متعال می فرماید: و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. و در دین برای شما هیچ سختی و تنگنای قرار نداد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: دین آسان است و هر کس آن را بر خود سخت بگیرد سرانجام خسته و درمانده می شود. پس راه راست و درست و میانه را در پیش بگیرید و به درست کاری و میانه روی خوشحال باشید و از عبادت صبح و شام و پاسی از شب کمک بگیرید. پس گذشت در شریعت اسلام تنها سخن نیست که گفته شود، یا تنها شعاری نیست که صد داده شود، بلکه آن عقیده است که با آن مسلمان زنده می شود و این صفت را منهج زندگی خیش قرار می دهد. همچنین گذشت یکی از مبادی است که خداوند متعال بندگان خود را دستور داده تا در میانشان طبق آن رفتار نماید و آن را سبب خوشنودی و مغفرت و مهربانی خیش قرار داده است. طوری که می فرماید: آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید که الله شما را ببخشد؟ با وجود آن، با آنچه ما تلاش می کنیم این است که باید گذشت روش زندگی قرار گیرد، زیرا وقت اسلام به آن دعوت می کند از ما می خواهد تا آن را عملا تطبیق نماییم، چون خداوند متعال در چند اینجای قرآن کریم از بندگان خود می خواهد تا بخشش و گذشت را منهج زندگی خود انتخاب کنند. چنانچه می فرماید: و هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، همیشه به نیکو ترین شیوه پاسخ ده. پس ناگاه میبینی همان کسی که میان تو و او دشمنی است گویی دوستی صمیمی تو است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گذشت و بخشش را در رفتارش با مردم اولا تطبیق نموده بود، طوری که او صلی الله علیه و سلم برای امت خود و برای همه بشریت بهترین الگو و سرمشق بود. چنانچه میفرماید: جز این نیست که من رحمت هدیه داده شده از سوی خداوند مهربان برای بشریت هستم. و مادر مؤمنان حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میگوید: هرگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم میان دو امر اختیار داده میشد، آسان ترین آنها را انتخاب میکرد اگر در آن گناهی نمی بود، و اگر در آن گناه می بود دورترین مردم از آن بود. و پرسشی را که باید هر کدام ما با صراحت از خود بپرسیم این است: آیا واقعا ما این عقیده و باور را در رفتار ما عملا تطبیق می کنیم؟ آیا آن را در رفتار و تعامل ما با دیگران به حیث منهج زندگی خیش قرار داده ایم؟ زیرا بخشش و گذشت روش خوبی است که باید مسلمان آن را در همه عرصه های زندگی خود تطبیق نماید. همچنین گذشت میان زن و شوهر، چون رابطه زن و شوهری از اساسی ترین و عالی ترین روابط بشری و یکی از نشانه های عظمت خداوند متعال است و خدای توانا بیان نموده که این رابطه بر پایه های دوستی، محبت، مهربانی و نیک رفتاری استوار می باشد. طوری که می فرماید: و از نشانه های او این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا به آنها آرام گیرید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. و در آیت دیگری می فرماید: و با آنها به طور شایسته رفتار کنید، و اگر از آنان خوشتان نیامد و کراهت داشتید پس به چه بسا چیزهایی را خوش نمی دارید و الله در آن خیری بسیار قرار داده می دهد. در جای دیگری می فرماید: و برای زنان حقوق شایسته ای است که شایسته از همان حقوق و وظایفی که بر عهده آنهاست، یعنی برای زنان همان حقوق انسانی همچون خوشرفتاری، معاشرت نیک و اخلاق خوب بر عهده شوهرانشان است که آنها در قبال شوهرانشان به عهده دارند.
پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید بهترین شما کسی است که برای اهل بیت خود بهتر باشد و من بهترین شما برای اهل بیتم هستم. و همیشه پیامبر صلی الله علیه و سلم با نیک رفتاری همراه زنان توصیه می کرد. چنانچه فرمود نباید مرد مسلمان از زن مسلمان نفرت کند، اگر او را زشت و بد دید با زن دیگری خوشنود خواهد شد. و پیش از رحلت ملکوتی خود آخرین توصیه‌اش درباره زنان بود. پس باید بخشش و گذشت رفتاری متبادل میان زن و شوهر بوده باشد و قانون انسانی بگردد که زندگی اجتماعی را تنظیم نماید. و حضرت ابو دردا رضی الله عنه در رفتاری متبادل انسانی که اساس آن عدالت و گذشت است به همسر خود چیزی بفرمود: هرگاه مرا دیدی که خشمگین هستم، پس مرا راضی و خوشنود کن. وقتی تو را خشمگین یافتم، خوشنودت میکنم. گذشت با همسایگان. خداوند متعال میفرماید: و الله را بپرستید و چیزی را با او شریک مگردانید و پدر و مادر نیکی کنید و نیز به خیشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه خیشاوند و همسایه بیگانه و همنشین نیز نیکی کنید. و چقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره نیکی کردن به همسایه توصیه نمود، طوری که فرمود همیشه جبریل علیه السلام مرا برای نیکی کردن به همسایه توصیه می کرد، حتی که فکر کردم شاید همسایه از همسایه خود میراث بگیرد. و در حدیث دیگری فرمود کسی که به خدا و روز رستاخیز ایمان داشته باشد، پس باید همسایه خود را احترام و اکرام کند. و باری فرمود سوگند به الله ایمان نیاورده است، سوگند به الله ایمان نیاورده است، سوگند به الله ایمان نیاورده است. گفته شد چی کسی ای رسول خدا؟ فرمود کسی که همسایه اش از اذیت و شرارت او در امان نباشد. همچنین می فرماید مسلمان نیست کسی که شب را با شکم سیر سپری نماید و همسایه اش در پهلوی او گرسنه نباشد. همچنین باید گذشت و بخشش در میان دوستان، در محل کار، دانشگاه، مدارس و دیگر جاها نیز حاکم بوده باشد. قرآن کریم رابطه میان همه مردم را استوار و مستحکم نموده است، طوری که خداوند متعال می فرماید ای مردم، بیشک ما شما را از یک مرد زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. همانا گرامی ترین شما نزد الله پرهیزگارترین شماست، بیگمان الله دانای آگاه است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در رفتارش با صحابه و همه مردم خوشخلق‌ترین انسان بود. پس با آنها معامله نیک داشت، بیمارشان را عیادت می‌کرد، بر فقرایشان صدقه می‌پرداخت، دیون و نیازمندی‌هایشان را ادا و برآورده می‌ساخت و اشتباهاتشان را می‌بخشید. خداوند متعال می‌فرماید پس به سبب رحمت الهی است که تو با آنان نرم خو و مهربان شدی و اگر تند خو و سخت دل بودی قطعاً از اطراف تو پراکنده می‌شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و آنگاه که تصمیم گرفتی بر الله توکل کن، زیرا که الله توکل کنندگان را دوست می دارد. خودگذری و بخشش در راه‌ها و مواصلات. چونگاه انسان در راه‌ها و مواصلات دچار اذیت از سوی دیگران می شود، زیرا مردم یکسان نیستند. برخی آنها زشت و برخی دیگری شدید و برخی خودگذر، برخی قوی و برخی ضعیف و برخی دیگران را تحمل می کند و برخی دیگری هیچ کس را تحمل نمی کند. و چقدر زیبا می شود اینکه انسان همه این اوصاف را با بردباری و خودگذری مقابله نماید. پس با نرمی و ادب تعامل کند. خداوند متعال می فرماید و بندگان خاص رحمان کسانی هستند که با فروتنی و آرامش بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب قرار دهند و سخنان نابخردانه و ناسزا گویند، به آنها سلام گویند و از آنها روی میگردانند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید وارد بهشت نمیشوید تا ایمان نیاورید و ایمان نیاورده اید تا یکدیگر را دوست بدارید. آیا شما را به چیزی راهنمایی نکنم؟ وقتی آن را انجام بدهید یکدیگر را دوست میدارید، پس همیشه سلام را میانتان افشا کنید. همچنین باید ملتزم قواعد تنظیم راه‌ها و مواصلات بوده باشیم و برای بزرگسالان، ناتوانان و زنان فرصت نشستن به جاهای مخصوص داده شود و مشاعر و احساس مردم رعایت گردد و با آنها با نرمی رفتار کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید نرمی و لطافت در هر چیزی که باشد آن را زیبا و آراسته می‌سازد و از هر چیزی که جدا شود آن را زشت و معیوب می‌گرداند. و برخی از مظاهر گذشت و تحمل گذشت نفس با مال است، زیرا مصرف در راه خدا دلیل ایمان داشتن به خداوند و پیامبر صلی الله علیه و سلم و دلیل اصلاح و استقامت انسان است.
با انفاق در راه خدا است که مسلمانی واقعی شناخته می شود و دلها با هم الفت می گیرند و انسان به نیکوکاری می رسد. خداوند متعال می فرماید هرگز به نیکوکاری نمی رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید و آنچه انفاق می کنید بیشک الله به آن آگاه است. پس انفاق کردن بر فقرا و مساکین دلالت بر گذشت نفس و مکارم اخلاق می کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید انسان سخاوتمند به خداوند به بهشت و مردم نزدیک است و از آتش دوزخ دور است. همچنین باید در خرید و فروش و مطالبه حق نیز گذشت وجود داشته باشد. طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید رحمت الله بر مردی که در داد و ستد و در پرداخت مبلغ معامله و نیز در دریافت مطالبه حقیقیش آسانگیر باشد. و از ارباز ابن ساریه رضی الله عنه روایت است که فرمود شتر دو ساله‌ای را به پیامبر صلی الله علیه و سلم فروختم، پس نزدش آمدم تا بهای آن را مطالبه نمایم. گفتم ای رسول خدا ثمن شترم را بده. فرمود بله، بهای آن را دراهم جدید و روشن برایت میدهم. میگوید به نیکوترین صورت آن را برایم پرداخت. و اعرابی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و بهای شتر دو ساله خود را مطالبه نمود. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم شتر بهتر و بزرگتری برایش داد. گفت ای نبی خدا، این شتر بهتر از شتری من است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین انسان کسی است که حق دیگران را با بهترین صورت ادا نماید. با پیامبر علیه السلام همیشه به کارهای ترغیب و تشویق میکرد که در آن مفاهیم گذشت، آسانگیری و بخشش نهفته بود و مفاهیم عالی برادری انسانی را برجسته میساخت، همچون بخشیدن انسان نیازمند یا فرصت دادن او. طوری که میفرماید کسی که نیازمند و مفلسی را فرصت بدهد یا ببخشد، خداوند او را در زیر سایه رحمت خود قرار میدهد. برادران مسلمان، در حقیقت بزرگترین و آسانترین مظاهر گذشت با گفتن سخن زیبا است. طوری که خداوند متعال می فرماید و قولوا للناس حسنا و به مردم سخن نیک بگویید. و در آیت دیگری می فرماید و به بندگانم بگو با یک دیگر سخنی بگویند که آن بهترین باشد. و سخن نیک و رفتار بهتر باید با همه مردم با اختلاف الوان و انواع و باورهایشان انجام بگیرد، چون این امر به تربیت درست، اخلاق نیکو و شخصیت سلیم انسان دلالت می کند. چنانچه گفته شده است خوش اخلاقی کار آسان است، گشاده رویی و گفتن سخن نرم با دیگران می باشد. طوری که خداوند متعال از حضرت موسی علیه السلام خواست تا به فرعون سخن نرم بگوید، با وجودی که فرعون خیلی متکبر و سرکش بود. خداوند متعال می فرماید به سوی فرعون بروید، بیگمان او سرکشی کرده است، پس به نرمی با او سخن بگویید، شاید که او پند گیرد یا از پروردگارش بترسد. همچنین باید از هر گونه سخنان بیهوده دوری صورت گیرد، چنانچه خداوند متعال می فرماید و کسانی که از لغو و کارهای بیهوده روی گردانند. و در آیت دیگری می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله بترسید و سخن درست و حق بگویید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید بنده سخنی در جهت رضایت الله متعال می گوید که توجه چندانی بدان ندارد، اما با موجب آن الله بر درجاتش می افزاید. و بنده دیگری سخنی بر زبان می آورد که موجب خشم الله متعال است، حال آنکه اهمیت چندانی به آن نمی دهد، اما به سبب آن در دوزخ سقوط می کند. همچون باید از هر گونه فحش گویی و پرهیز صورت گیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید مؤمن طعن زن، لعنت کننده، بددهن و بدرفتار و بیشرم نیست. بار خدایا ما را در گفتار و کردار و رفتار و همه امور ما با گذشت و متحمل بگردان و در میان ما اصلاح بیاور، کشور ما و همه کشورهای جهان را حفظ کن. آمین یا رب العالمین.